خب دوستان و همراهان همیشگی، درود بر شما. بمبه دیدار رده بندی وزن 82 کیلوگرم. علاوه کشورمون محمد حسین محمودی با دوبنده آبی در مقاله حریفش به روی توشک دفته. خب حریف محمد حسین محمودی کشتیگی است چین با دوبنده قرمز میتابونه بالاخره خاکش کرد، چقدر مقاومت کرد کشتیگیر چینی. نایجه کشت حالا 1-0 سوده محمد حسین محمودی لیفت میکنه بریم میتونه به تابونه یا نه، جا به جا شد لولی تا بالاخره نتوست یک بایدی لیفت میکنه ببینیم میتونه به تابونه یا نه، کاملا در اختیار گرفته میبره گوشه توشک میتابونه. چارتایی باید بدم، بله چارتایی میگیره کاملا تابوندش، یه لحظه میرفت که برگرده ولی نتیجه کشتی حالا 5 میشه به نفع کشتی گیر ما. خواب کشتی در سرشاخ ادامه پیدا میکنه، دسته هم دیگه کار میکنن، گاردشو خیلی پایین آورده، هر دو کشتی که البته گاردشون رو پایین آوردن، مچ دست رو گرو گرفته تا نتونه خونه خودش رو به اجرا بذاره. دوستان ببخشید تابلوی یه لحظه حالا یه دستو کشید رفت که خواهد کنه کشتیگیر چینی رو. بچه کشتی 5-4 هست، یه لحظه چهارتایی زد در ابتدای کشتی. من تا دوربین رو آماده کنم اون امتیاز رو ندیدم دوستان ببخشید. بچه کشتی 5-4 هست به سود دلاور کشور محمد حسین محمودی که برای محمد زدن تو این کشتی ها شرکت کرده و برای پشتوانه سازی دیگر. دلاورم ساربی هم به فینال رفت، گرایی هم برای دیدار رده‌بندی به دلیل مصدومیت حاضر نشد. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. نتیجه کشتی همچنان 5-4 به سود محمد حسین محمودی. دسته هم دیگه کار میکنن، دستی رو که یه لحظه اومد یه پیچ بزنی نشون داد ببینیم میتونه خاک کنه، بله با اکسل عمل خاک کرد، میتونه دو امتیاز رو بدن، با اکسل عمل خاکش کرد. خب امتیاز رو نمیدن، باید هوشیار باشه محمد حسین محمودی، کشتیگیر زیرک است این کشتیگیر چینی، کشتی های خوبی گرفت تا خودش رو به رده بندی رسوند. محمودی یه باخت در مقابل کشتیگیر نروژ داشت، اونجا البته یه مقدار اگه اعصابش به هم نمیریخت مطمئنا برنده میشه. کشتی اولش فنلاند رو 5-1 شکست داد، کشتی دوم که واگذار کرد، کشتی سومش رو هم 6-1 حریفش رو شکست داد و به رده بندی رسید. ببینیم چه میکنه در مقابل این حریف چینی. خب 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه، خوشگی نزد مربی خوشون میرم ببینیم عادل بالی تبار چه تاکتیکی در نظر میگیره تا دلاور کشورمون در 3 دقیقه دوم برنده میدان بشه. اگر کم تجربه نکنه واقعا هم بدنش گلدورتر از این کشتیگیر چینی هست هم تکنیکش بهتر هست. ببینیم چه میکنه در 3 دقیقه دوم، باید سرعت رو بالا ببره تا اختار نذارم به روش در خاک ننشوننش. نفر دوم جام تختی بود اومده تا در مسابقات پیتلاسکی لهستان به روی سکو بره، امیدواریم که این هم محقق پیدا کنه. داورها تذکر رسمی رو میده که سرگردن رو نباید زیاد بیار پایین.
خواب کشتی ادامه پیدا میکنه. تو این دور از مسابقات سه کشتیگیر جوان ما فرستاده بودیم به جز سالوی و گرایی، مصطفی رضایی و علی اصغر سام. علی اصغر سام نقره گرفت، مصطفی رضایی با یه باخت با دو باخت از دور مسابقات کنار رفت و محمد حسین محمودی خودش رو به رده بندی رسوند. ببینیم چه میکنه. یه لحظه رو تعادلش رو و هم میزنه، باید تعقیبش میکرد، نباید دفاع میکرد، باید تعقیبش میکرد و بلافاصله خاک میکرد. از این موقعیت رو باید استفاده کنه. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دستی رو که مچه دست رو هم گرو گرفته تا راه رو برای اجرای فنون خودش باز کنه. رد پاسیف. ببینیم میخوان اختار بدن به کشتیگیره چینی یا نه. دست کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه، رو به جلو هست. اگر فنی هم رد و بدل نشه کشتیگیر ما رو به جلو هست. خب داور اونجا که کاری نمی کردن دو کشتیگیر، کشتیو نگه هم میداره و سرپا میده. راستای هم دیگه کار میکنن، باید رو به جلو باشه، دستاش باید بهتر کار کنه، نباید کشتی چینی خاکش کنه. خب یک دقیقه 20 ثانیه تا پایان کشتی و مدال برنز این دور از مسابقات زمان داره محمد حسین محمودی، نباید عقب بکشه، باید تعقیب کنه. وقتی تعادل کشتیگیر به هم میرزه باید تعقیب کنه و بره برای امتیاز. یک امتیاز اصلا مطمئن نیست. از اینکه 50 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. بخشی دوستان تابلو زمان سنج دو طرف کشتی نیست که شما ببینید زمان و امتیازاتو. نتیجه کشتی 5-4 هست. جام پیتلازیسکی لهستان. دوستان عزیزانی که به یوتیوب دسترسی ندارین، تو اینستاگرام ما هم حسین نظری ام‌ام‌ای میتونید آخرین اخبار مربوط به کشتی های دلاورانمون رو پیگیری کنید. راسته هم دیگه کار میکنن، زمان زیادی نداریم، میتونه اداره کنه کشتی رو، ولی باید مراقب بدلکاری های کشتیگیر چینی باشه، نباید ازش جدا باشه. میره برای فنون بالا مطمئنا. کشتی چینی خسته نشون میده، ولی خب ببینید میخ دیگه، حالا هرچی در توان داره کشتی چینی رو میکنه. درسته باید دستو بزنه زیر کتف و تو هم حالت نگهش داره، نباید جدا بشه ازش. ببینید نه، کشتی چینی خسته هست. بله بالاخره تموم میشه 6 دقیقه رده بندی این مسابقه وزن 82 کیلوگرم. تبریک میگیم به دلاور عزیز کشورمون محمد حسین محمودی مدال برنز این دور از مسابقات. بله محمد حسین محمودی. خب دوستان و همراهان همیشگی، به شما، به محمد حسین محمودی و خانوادش و عادل والی تبار، همه عزیزانی که زحمت کشیدن تبریک میگیم و خسته نباشید. دوستان تا درود دیگر، بدرود.